حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین ابن علی یا حسین صدیق نبی ابن علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم علی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. زیارت یک از اہم ترین عباداتی ازمو شیعہ ہاستا کہ حق ائمہ دا گردنائز مو قرار دادشتا کہ مو دا زیارت قبور یا زنا بوری و پیش مرقد متحر زنا و دا حرم های پاک زنا حاضر شنی و زیارت یک عرفانی عبادت استا یک سفر روحانی استا کہ شیعان اہل بیت دا مرقد امام خمورن وہی سفر روحانی را انجام میدن. الحمدللہ مردم ازموم مثل ہمائی عاشقائی اہل بیت ہر سال بارہا و بارہا دا زی زیارت مورن مشرف مشن و بسیاریائی توفیق را درن کی دا زیارت اربعین ہم حاضر مشن دا چہلوم امام حسین علیہ السلام کی دا طول سال اہم ترین روزی زیارت امام حسین استا. آدم ہر وقت کی دا زیارت امام بورا بسیار مناسب استا فضائل خوردارا لیکن بہترین موقع دا سال زیارت اربعین استا کہ خود امام علیہ السلام یہ چیز را خواستا از مو طلب کرا کہ دا روز اربعین اونائی کی میتنن و بسیاری ها مورن از شوق و معرفت خود خو و از سوز دل خو در این زیارت حاضر موشن. در این سلسله امسال هم بسیاری ها عظیم سفر هستن از جاهای مختلف دنیا از ملکای مختلف و بسیاری جوانا این تقاضا را داشتن که مو زیارت مولی زیارت از مو چی رنگ باشه کی زیارت با معرفت و محبت باشه و زیارت زینهای تکامل از مو باشه. دیگه در این سلسله از مو خواهش کردن که یه گوره نمایی ها باشه و چیز را که بزرگان و ائمه فرمودن مو را بفهمی و مطابق هم زو کوشش کنی که زیارت خود انجام بدی و لحاظه این کلیپ که در رو آماده موشه در تقاضای امزو دوستا است برارا و خارا و افراد بسیار زیادی چیز را تقاضا داشتن. دیگر کوشش مونی که در روشنی فرمودات اهل بیت و سخنان بزرگان و مجتهدین طریقه درست زیارت را و طریقه استفاده درست از زیارت را برای شما بیان کنم. خب زیارت اصلا اول مو اهمیت شد بفهمی ارزش و مقام از را که امامای مو دوباره شی بسیار حدیثا دارن بسیار زیاد حدیثا است ما دونوان نمونه یک دو سه حدیث را برای شما بیان مونه. از امام رضا علیه السلام حدیث است که ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته یعنی هر امام در گردن دوستا و شیعهای خو یک عهد و پیمان را داره یعنی در گردن تمام هر شیعه یک عهد و پیمان است نسبت در امام که باید او را پورا کنه و عهد خود پورا و امام مگه در ادامه زیادیس و این من تمام الوفائی بالعهد زیارت خبورهیم
و او عهد را که امام در گردنه از مادره زمانی کامل مشنه که ما قبل از اونها را زیارت کنیم. یعنی زیارت قبور ایمه عهد را کامل منا عهد را که مو کد امام علیه السلام داره. این نشانه وفا است. نشانه وفاداری و نشانه کامل کردن عهد و انجام وظیفه را. پس یک حق امام است و عهد از مو را کد امام قرآن نه. برای از اونایی که مواقع شستد از این نظر باید بورن و ای عهد را انجام بدن. از امام ششم و امام جعفر صادق علیه السلام حدیث است که حق علی الغنی ان یأتی قبر الحسین فی السنة مرتین. امام علیه السلام مگه در او آدمایی که مالدار استن، صاحب حیثیت استن و استطاعت شیر دارن، برای از اونا حق امام است، حق امام حسین علیه السلام که هر سال دو دفعه در زیارت امام حسین بورن، اونایی که استطاعت شی دارن. و حق علی الفقیر ان یاتیه فی السنة مرتن. و کسی که فقیر است یعنی او قدر استطاعت نداره، او کوشش کنه سال یک دفعه در زیارت امام حسین بوره. دیگه ای با حق قرار داشته، یعنی مو امام از مو در گردن مو حق داره و اگر مو کوتاهی کنی در انجام از این حق دیگه از مو یقینا سوال میشه. و درباره زیارت امام حسین خاص طور پر حدیثای زیاد مداری از امام صادق علیه السلام است که بی بی زارا سلام الله علیها در برای زوار امام حسین نظر خاص را منن، نظر خاص نظر باکرم خورا منن، ای قول امام صادق است. و برای از اونا خدا خیر و خوبی ها را طلب منن بی بی زهرا. لحظه امام صادق مورد که خیال که نسبت به زیارت امام حسین بی رغبت نباشین، یعنی ای تنواش اک دیل شما زیارت امام حسین را نخواهید، شوق زیارت منی شما نباشه، چرا که منی زیارت امام حسین ای قدر خوبی ها و ای قدر فایده ها و ثمرات است که قابل شمارش نیست. بعض در اربعین یک از کارهایی که انجام میشه او پیاده روی است، یعنی پیدل سفر میشه طرف حرم امام حسین. افراد از جاهای مختلف، بعضی ها از چند صد کیلومتر دور مروا، زیادترها از نجف تا کربلا را پیدل مرن در اربعین. و این پیدل روی البته مخصوص اربعین نیست، هر پنجشنبه چون شب جمعه میشه با فضیلت است برای زیارت امام حسین. دیگه بسیاره شب جمعه هم یا روز پنجشنبه این پیدل روی را انجام، از سالهای سال، صدها سال که این کار انجام میشه، مجتهدین خودون چی مرفته بودن تا عالی منی است و در اربعین. خب پیدل روی خود خوی خاص فلسفه در آن لئی دور وسایل ممکنه کس سوال کنه که خب مو سر اجاز رفته میتنی، سر شین رفته میتنی، سر بس و گاڑی، یک سفر آرام دیره، دیگه چرا مو خود خود زحمت بیدی و پیدل روی کنی که او چاید اشتاد و چند کیلومتر موشه از نجف تا کربلا را، دیگه مو چا خود خود ای رنده زحمت بیدی. خب پیدل روی از خود خود آثار داره، همزو تاکید شده، در حالی که در زمان ایمه هم وسایل سفر بود مثل اوناق شطور سواری مکدن، برای شطور یا برای اسب برای گوڑه مرفتن که نسبتاً تیزتر هم بود و راحتر بود، لیکن در امزو زمان هم امام ازمو یک تاکید را داشتن برای پیدل روی. دیگه اوز خود تو اهمیت در ازی که آدم در حالی که در پیدل مورد امزی دوران خب امو منزل چی امام حسین است، دیگه حرام است، هم در ذهن از رو خب امی چیز است و هر قدم خورا در عشق و در محبت و در شوق زیارت بلند مونه. دیگه کم زحمت باشه لیکن این برای تربیت روحانیش مهم است که امام صادق علیه السلام در باره زی پیدل روی و که طرف حرم موشه مگه من زار قبر حسین کتب الله له بکل خطوت حجتا و عمرتا، یعنی زائر امام حسین که طرف حرم امام حسین قدم بالمونه و پیدل روی مونه، در هر قدم از او خدا او را اثر و ثواب یک حج و یک عمره را عطا مونه. یعنی تو خین امام خوشی آورده
طرف پیدلوی توجه داده. و دیگه حدیث است از امام صادق علیه السلام که من اتا قبر الحسین ماشیا کتب الله له بكل خطوه الف حسنه و محا عنه الف سیئه و رفع له الف درجه. امام علیه السلام کسی که پیدل باید زیارت امام حسین، خداوند متعال در بدل هر قدم از او برای او 1000 حسنه نوشتمونه، 1000 گناه و خطا را از او معاف مونه و 1000 درجه از او را بلندتر مونه. این در عنوان مثال یک چند دانه حدیث بود که ما بیان کردم که واقعا انسان حیران میشه و کلکشن یه دیسار که آدم بیخانه دیگه بدیل چی قدر شوق زیارت زیاد میشه که دیگه به انتها و دیگه حاضر نیست که این شوق زیارت را و زیارت امام حسین را در قدغو چیزی دیگه تبدیل کنه. خب سوالی است که این قدر فضیلت ها که برای زیارت بیان شده که هر قدم از اون قدر ثواب داره و خود زیارت خاندو و قد آب قرات که غسل مونه دیگه به انتها، اینا برای چی است؟ این سوال است که وقتی ما جواب از این بفهمی زیارت از ما واقعا زیارت موشه و زیارت از ما فقط یک سفر و سیر و تفریح نموشه. همون طور که بسیاری از زیارت خانه خدا مورن، اما امام چهارم مو گفت که اینا برای فقط سیر و تفریح ماین، نه برای زیارت خانه خدا، چون در روح زیارت نمیرسن. مو هم بسیاری مومیتر موشید دیگه، لیکن این آثار زیارت و این ثواب زیارت مورا برای مو این چیز را هایلایت مونه که چی وجه بوده این خدر فضیلت ها را امامای مو برای زیارت بیان کده. خب باید مو معنای زیر بفهمی، جواب از این سوال را بفهمی و خود مو عملا امیرانگا زیارت را کنی تا واقعا زیارت زینه تکامل از مو باشه. زیارت معنایش چی است؟ زیارت یعنی انسان طرف یکو هستی، طرف یکو شخصیت که شوق و رغبت و کشش اندرونی خو سفر کنه طرف شی بوره و برای زو هستی عظمت و کرامت قائل باشه. دیگه در این طرح سیچویشن، در این طرح حالت که یک ملاقات مشعور زیارت مهم. ما دوباره تکرار نم، انسان وقتی طرف یک شخصیت، طرف یک هستی که شوق و رغبت و اندرونی کشش خو تمایل پیدا مونه و یک کشش پیدا مونه و برای او کرامت و عظمت قائل است، ایتر سفر را مگن زیارت. خب پس از این معلوم میشه که امنی زیارت باید یک کشش اندرونی باشه، یک درد باشه، یک شوق باشه و یک تشنگی باشه نسبت به دیدار از او هستی و انسان عظمت و احترام و کرامت از او هم قائل باشه. پس یعنی اگر مو در زیارت یک امام موری، باید عظمت و کرامت امام را متوجه باشی، بشناسی که امام کی است، ای رکن زیارت است. و دویمی که منی از مو یک تشنگی باشه، منی از مو یک کشش درونی از مو باشه. این دو چیز باید باشه تا زیارت واقعا زیارت شونه. دیگر این خودی تعریف زیارت و دفینیشن زیارت نشان میده که باید منی زیارت معرفتی از او امام باشه. معرفت چی باشه؟ تا مو عظمت از او درک کنی، کرامتی از او درک کنی. و کده دو خاطی منی خود مو یک تشنگی باشه که مو بود از او امام یک چیزی حاصل کنی و از قرب امام و از ده همراهی امام تربیت از موشنه. خب این زیارت در این معنای خوب یک کلان عبادت است و زمانی آدمی را خوب متوجه میشه که پورا نظام اعتقادات اسلامی و ایدئولوژی اسلام برای آدم مشخص باشه که چی است توحید و عدل و نبوت و امامت، اینا چی هستن. در از این کانتکس به زیارت را آدم بهتر مفهمه که برای چی است و چرا ای خدر ثواب داره. ما ای خدر در تفصیل نمی فهم بگم، فقط اشاره کردم برای تونه که
از او ایدئولوژی هم اطلاع دارن، آگاهی دارن و تک دلائل معتقد از او ایدئولوژی هستن، اونا بهتر میتونن با معرفت زیارت رکنن. پس زیارت یعنی انسان تشنگی داشته باشه و طرف ولی خدا سفر کنه. گرچه که ما اعتقاد داری امامای از ما در هر جای هستن، ما اگر از هر سر دنیا اونا را سلام میری، اونا سلام از مور میشنون و جواب میرن، لیکن در پیش قبر مطهر از اونا از این خاطر مور را طلب کردن که مو منی از او قبر آثار است، او قبر مرکز نزول ملائکه الهی است، دیگر اولیای خدا در طول سالها و قرنها رفتن اونجی زیارت کردن امام را و مناجات کردن، او آثار در او زمین مقدس موجود است و مو او طرف موری. و با اینکه ار جای سلام کنی سلام و میرسه، از مو چر خواسته شده و حق امام قرار داده شده که مو جسمانی سفر کنی و از ملک و شهر و دیار و از خانه و زندگی خو، از کاروبار زندگی خو مو جدا شونی، کٹ شده بوری در دو حرم از اونا. خب این میخواه این سنس را بیده مورا که مو وقتی برای امام کو دل خورا از تمام مسئولیت های زندگی خالی کنی، خود خورا از این تمام روابط مادی و دنیاوی جدا کنی و دل خورا خالی کنی برای محبوب حقیقی خو که امام است و خدا است. دیگه ای در این سفر موش آدم ظاهر در زیارت که مورا دیگه از رشتدارا، از فیملی خو، از خانه خو، از این چیزا دور موشه و برش یک فراغت پیش میه، ذهن چی خالی موشه، ذهن چی خلوت پیدا میه و حضور قلب پیدا میه. چون گفتم منی زیارت تعریف شیم میست که مو حاضر شونی در خدمت امام، کد یک تشنگی و کد یک محبت و معرفت حاضر شونی. خب این از خانه که دور میشی این چیز راحت تر در دست میه، حضور قلب. چون روح زیارت مناد امام فیزیکالی نیست که مو زیارت جسمانی امام رکنی و زیارت قرب دو جسمم نیست، زیارت حضور روح است، یعنی قلب و جان انسان در خدمت امام حاضر شنه، این زیارت موشن. اگر فقط جسم آدم بوره خب او زیارت نموشن، شاید فقط یک سیر باشه، تفریح باشه. باید مهم است که قلب و جان انسان در خدمت امام حاضر شنه و حضور امام را بفهمه، چون مو اعتقاد داره که امام حاضر و ناظر است و شاهد اعمال از مو است، شاهد اعمال کل جهان است. دیگر دل قلب از مو باید در پیش امام حاضر شنه و بدین که میخواه قلب را حاضر کنه، حضور قلب باشه، تشنگی باشه، مو دست خانه جدا مونه و مو از ملک و دیار خو دور موشی و صدها یا هزارها کیلومتر دور موری در خدمت امام زیارت مونی. دیگر لحظه مو منی زیارت هر چی قدر که اعمال است، بعضی اعمال مهم شرمان بیانم مونو، هر چی قدر که اعمال است، منی تمام اعمال روحی زیارت را باید کوشش کنیم حفظ باشه. یعنی چی؟ حضور قلب و جان در مقابل یک امام عظیم الشان. ای باید منی هر عمل ای حالت را باید حفظ کنیم. و شیطان هم دقیقا ما اینوی چیز رزگیر آدم میره. دیگر بعض وقت آدم در لفظای زیارت یا در دیگر کارا ای قدر مصروف مشنه که ای حالت رزگیر مو میگره و دیگر زیارت مو بس ناخیص مشنه. چون اگر منی زیارت حضور قلب و جان نواشه و تشنگی و محبت و معرفت نواشه، دیگر باز آدم دور مشنه در پوست زیارت، در ظاهر زیارت مشغول میشه، نه در روح زیارت. دیگر دانی هر عمل باید این چیز را در نظر او آدم بگره و امی وجه است که چون قلب و جان همراه تشنگی و همراه چاهت و کشش حاضر میشه در حضور امام عظیم الشان، امزی خاطر است که زیارت در واقع یک سفر عرفانی است، یک سفر عرفانی است و همه عرفا همیشه ولی زیارت تاکید داشته بودن و خودون چیم منی زیارت هم رفته بودن.
چرا ای سفر روحانی است و انسان هم دا بار هر اینجی در این دنیا بلی بزی که در زی لذت های عرفانی و در زی سفر های روحانی و معنوی انسان بیست است دیگر این دنیا بلی بزی خدا انسان خدا جور نگره که انسان منیشی غرق شنه و سرگرمی های دنیا را فقط داشته باشه نه مون میخوایی از منیزی در زو سفر روحانی و معنوی برسی و در زو جذبه های عرفانی که او اصل زندگی من امزو اصل تربیت و تکامل است زیارت می خواهد امزو چیز بیرسن بنا دیگر زی خاطره که مو باید را در نظر خود داشته باشه خب امام را اون وقتی که پیشموری و زیارت امام را منی خود زیارت چون امام از نظر قیده مو خودی بهشت مجسم است بهشت مجسم زو مو امامای مو امام حسین علیه السلام سردار جوانان بهشت است و خود عشق امام محبت و معرفت امام او بهشت را جور مونه بهشت را اعمال انسان افکار و ایمان انسان جور مونه دیگر این چیز را مو باید ذهن خود داشته باشی که مو طرف بهشت را هستی و قلب باید قلب پاک و متحر بودی امزی خاطره که منی زیارت وقتی که رئی مشنی یا در حال سفر استی همیشه در حال توبه باشه چون هر چی که قلبی از ما پاک باشه امو قدر بهتر زیارت میشه از اون طرف اگو بخور نیه امام مثل رحمت از طرف امام مثل بارش اکدی نازل میشه لیکن منی ظرف از مو چپ قرار نمیره چون اگر ظرف از مو آماده نیسته یا ظرف از مو بسیار تنگ استه تنگ استه یا آماده نیسته اونا خاندان طهارت اسمت و طهارت هستند آیه تفیر نازل شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا اونا پاک هستند باید مون پاک باشی تا بهتری در خدمت از اونا قرار بگیری و او عرفانی و معنوی رزق را از او حاصل کنی از اونا پس امزی اموت کار کده منی زیارت که قلب از مو روح و جان از مو ای حالت را داشته باشم دوست خانه دور مونه تایی مصروفیاتی کنکشن های مصنوعی ختم شونه و مو فارغ البال باشی یک از خاطی مو باید توبه بداشته باشی از کارهای بسیار اساسی و مهم توبه است خصوصا در سفر زیارتی قبل از او و دوران از اومدو قبل از اینکه آدم از خانه کرکنه غسل در غسل زیارت چی برای انزی که طهارت حاصل شونه و انسان باور منی زندگی اجتماعی و سوشل لایف و نسبت در بعضی ها اگو کوتاهی ها منظمی انسان غلطی ها سرزد مشاهده از دوست ها رشته دارای خو بخشیش هم طلب کنه دعاهای دونا را بگره محبت و خلوص دونا را همراه خود خو کنه و این تاکیی هم یک پارتی توبه است حصه توبه است دیگه طرف امام بوره چون وقتی مو طرف امام موری در اومو از امام مدد طلب مونی می زیارت خود چی دعا است در او مدد طلب مونی از امام که ما می خواهیم از شما عدلی باشم پیرو به شما باشم یعنی از شما عدلی باشم و آخین در او مقاماتی بلند برسم تکامل پیدا کنم اینوی خود چی دعا خواستو است امی که یک ظاهر تا که از خانه رایی موشه هر چند روز که در زیارت تا واپس مایه او در حالی دعا است این پریکتیکل دعا است امی تشنگی از او خودی دعا است دعا یعنی خواستن دیگه وقتی تشنگی دیدار امام را داره یعنی امام را میخواید امامت را میخواید او کمالات را میخواید ای خود چی دعا است دیگه اما یکی که آگاهی باید منیشی باشه توجه باشه تا واقعا زیارت از مو زیارت باشه زیارت متکامل باشه زیارت از مو بهشت باشه و زیارت از مو دعا باشه اینا بری آگاهی ها تکیه من هر چقدر آگاهی مو زیادتر باشه مو قدر حسن زیارت زیادتر موشه پس برای زیارت باید توبه هم باشه هر چقدر توبه بوده امو قدر تشنگی زیادتر موشه و همو قدر وقتی مو ده امام پیش امام میرسی بلکل محسوس مونی و کشش شد امو تکی در پیش یک مقناطیس اگر آین باشه ام آین را کش مونه امو محسوس مونی که در جسم آین باشه امو محسوس مونی که در آین کش نه همی تر انسان است اونا مخنیت کسای واقعا معنوی و روحانی است
دیگه پس توبه را بسیار مهم است و برای گفتم یک حصه توبه می که خود آدم از گناهی خود دوری کنه بخشش بخواه از دیگه بخشش بخواه و دیگه حصه توبه ایم است که خود چی هم دیگه را ببخش تمام را ببخش ای هم برای تو توبه مهمه اما در که ای مهمه دیگه ما را ببخشن ما هم تمام افراد را هر کس که مریض ما خدا نخصد تومت زده غیبت مرکده اگو مال مرکده یا اگو حق از ما در گردن چیه تمام را باید معاف کنی دل خود را بلکل آزاد کنی روح را باید آزاد کنی که روح آخر بره و سفر ارفانی را بیتن اگر روح بسته باشد از این دشمنی ها بغضهای خانوادگی دوستی بزیست نمیتنه سفر کنه باید آزاد کنی تمام را آدم ببخش دل خود پاک کنه بسیار زیاد بد انسان نمی خوچی آرامیش را میره پس این کار را مو انجام بیدی که توبه کنی در این طریقه که سه کار را گفتم انجام بیدی کنیشی دیگه از این وز ایتا توبه که شد اما حضور قلب پیدا میشه نیت پاک و خالص و آگاهی هم منیتو پیدا میشه و هر دفعه که برای زیارت موری دیگه منی زیارت باید که سر حال باشه منیش خستگی نباشه چون بزرو آدم نمیتنه و فیزیکالی نداره و حالتی زیارت را باید سر حال باشه خواه آدم پورا باشه تا بیتنه خوب کنسنچیت کنه و منی این توخین چون زیارت یک سفر روحانی و عرفانی است و یک کشش است و قرب امام منیش است دیگه از طرف امام بی شمار کمالات انسان را تاموشه که مثال چه امام چند حدیثه را خاندم هر قدمی زایر یک حج و یک عمره و هر قدم چه هزار حسنه و هزار مغفرت گناه و هزار درجه دیگه بی انتها یک سفری عظیم و شانه که از نظر سرمایه معنوی بی انتها سرمایه انسان را نصیب موشه خب بسیار واضح است که شیطان هم بی انتها کوشش کنه که اول خو ای در زیارت نره بسیار یا متر که زیارت دور استن یا اگر اونایی که زیارت موره شیطان کوشش نه ای سرمایه از اونا را دوزی کنه و سرمایه از اونا را ضایع کنه دیگه آدم موازی بازی هم باشه در دوران زیارت همیشه هم خوش اخلاقی را حفظ کن بسیار خوش اخلاق نرم خو بسیار هم جذبه دوستی و برادری باید که باشه من زوار آدم کده قفله معمولا موره و خب چون از خانه آدم دور میشه دیگه او راحتی که منی خانه یخ منی زیارت نیسته دیگه آدم شاید خواه آدم پورا نباشه آدم سهی خواه نتنه منی بس استه یا دیگه جاگه استه دیگه او آرامش نیسته یه سختی های زیارت استه دیگه این بعضی ها را بد اخلاق هم مونه کم اوسیله مونه دیگه نه که دیگه زایره بد اخلاقی مونن توهین مونن ای هم سرمایه روحانی انسان را زایه مونن باید من دورانی سفر بسیار هم خوش اخلاقی باشه فداکاری باشه انسان دیگه را اهمیت بیده دیگه را اولویت بیده و دیگه را در عنوان زایر توخ کنن حال تا که در خانه خو یا مادم استه لیکن حال تمام که اندر منی یک بس منی یک قافله وقتی مورن اینا سامش مهمان امام حسین است این بسیار مهم است و واقعا هم عاشقانه سفر است که آدم که مهمان امام حسین است دیگه همی هر کسی منی از قافله همراه شما زایر امام حسین او عام آدم نیست عام آدم رم باید آدم احترام شی داشته باشه لیکن آلی او عام نی آلی او مهمان امام حسین آل اگر او را گو گپ موگی توهین شی مونی دیگه یا او را اذیت مونی قد امام حسین طرف است چون او مهمان از دوست از خاطر انسان بسیار در این ترین کار را قرار بیده که زایرا را اذیت نکنه دیگه زوارا را دیگه کل از اذیت نرسه و تا جایی که میتونه که در دونا هلپ کنه این محبت را محبت جل امام را طرف انسان میره آدم وقتی که مهمانه امام حسین را زوارا را احترام مونه خدمت مونه اونا را و اذیت نمونه این باعث میشه که محبت امام حسین برای انسان بیشتر میشه این راز از دوست محبت امام حسین فقط در دعاها نمیشه منیزیم میشه دیگه و هر چقدر محبت امام حسین دست بر دزمو زیاد بشه خونمو
کل سرمایه از ماست و راز از این است که ما زایره را تکریم کنی، خدمت کنی و کم سی کنی است که کس را اذیت نکنی، هیچ کس را اذیت نکنی. این چیز را باید تمام در دل خود داشته باشه و این دو کار چند کار که کنی خود به خود حالت شکستگی و درد بنیشون پیدا میشون. یه بلکل تست کنی در زیارت وقتی توبه کده باشین در او سه کار را که گفتم برای توبه و حضور خلق و همی که زایرین را خدمت مونین، خد از اونا محبت مونین، خوش اخلاقی و هلپ مونین اونا را یا کم از کم خیلی که اذیت نمونین، از این یک حالتی شکستگی و درد من انسان پیدا میشه. اونمو بسیار مهم است که باید او را انسان من زیارت داشته باشم تا که در حرم بورا دیگه انسان امور کنیکشن انسان میلا آدم محسوس مونه که قدیمان وصل شده قلب شید. این امزی خاطر که تمام درون خود توجه بیدید، چون زیارت یک سفر اندرونی است. من زیارت خوبی های دنیاوی نیست که ما بوری چکر دیگه اینجا بلدنگ ها را توخ کنی یا گو سیر و تفریح باشه در پارک ها بوره. این زیارت برای ازی کارا نیست و ازی آدم دیگه جاگا بوره سفر کنه. زیارت سفر اندرونی است، درون خود انسان سفر کنه، درد خود بفهمه، ایمان خود بفهمه، در او عشق بیرسه، در او لذت ها بیرسه، او بسیار کیف داره. دیگه او رایش اینه نیسته که چند کار که ارس کدو اگر آدم انجام میده واقعا میرسه در او درد و در او محبت. بس تا در آرام بوره کنکشن انسان کدیم هم برقرار شده، آدم اون گرمی محبت را درک مونه، دلشی میده است دیگه خود به خود عشق های او هم جاری موشه. ای خوب چند چیزا بوده که در ارسادون که باید بسیار اینا را ملاحظه کیم و خیال شید بیدیم و همیشه تا در زیارت مدیم خود خود رو بروی ما محسوس کنیم، بلکه امزی که از خانه را ایموشیم و بیل خصوص و نی حرم که بلکل در حضور امام هستیم تا در کنی کم کار میخواهی تا در آسانی در دیست نمای شیطانم نمیله. لیکن اگر آدم در کنه واقعا مو گرمی شرم محسوس مونه، امو حیبت امام را هم محسوس مونه که درک کنه که ما در حضور امام است. این روح انسان خودی تکامل را شروع مونه خود با خود، چون امام یک عام چیز نیست. وقتی رابطه مو کد امام موشه کنکشن روحانی و او درک روحانی پیدا موشه خود با خود تکامل هم شروع موشه. دیگر اینی چیزایی که از تمام زیاد فوکس مبارزی چیزا باشه و شرایط چیم گفتم که اونو رنگ توبه است و خدمت در زایرین است، دیگه بزی حاصل موشه و علمی اصل زیارت است و اصل معرفت است و تکامل و ترقی روح انسان و نیمزی است و لذت لذت روانی منیزی است از آدم کم کم بوره میچشه. در اینجی ما تا حد را گفتم که خود دیفینیشن زیارت چیه و چی رنگی حاصل شونه. در اولین سیکشن در اینجی ختم مونی و در دوین سیکشن از این ما هم بعضی اعمال که بسیار مهم است برای شما عرض مونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.